سلام بچه‌ها، به کانال ورد آف فکس خوش اومدید. من مهدی هستم، امروز براتون یه لیست 10 تایی از غریبه های مرموزی آماده کردم که توی بازی های ویدیویی دیده شدند. بعضی وقتا شما توی بازی ها با افرادی رو در رو میشید که هیچ چیزی در موردشون نمیدونید، کسایی که ظاهر خیلی عجیبی دارن و شما رو حسابی به فکر فرو میبرند. با ما همراه باشید تا شما رو با 10 تا از این غریبه ها آشنا کنیم. شماره 10، Red Dead Redemption 2. بازی Red Dead Redemption 2 به هیچ عنوان داستان ترسناک و عجیبی نداره، اتفاقا خیلی داستانش واقع گرایانه دنبال میشه. اما اگر شما داخل دنیای این بازی بگردید، با چیزهای عجیب زیادی رو درگیر میشید که از جمله یکی از این رودری ها میتونیم به این خانم گیلمور اشاره کنیم که یک لباس یک دست سفید پوشیده و صورت ترسناکی داره. شما اگر به اون نزدیک بشید، آرتور سعی میکنه بهش دلداری بده، اما یهو این اتفاق میفته. این خانمه با چاقو بهتون حمله میکنه و بعد فرار میکنه. وقتی دنبال این خانمه میرید باید مراقب باشید، چرا که یکو از پشت یکی از دوستاش به شما با تبر حمله میکنه و خیلی راحت میتونه شما رو بکشه. در واقع این افراد عضو گروهی به اسم نایت فولک هستن، یه سری راهزن که به صورت عجیبی لباس میپوشن و صورتشون رنگ‌آمیزی میکنن. اکثرا شما میتونید با افراد این دسته در نزدیکی برکه لمان در رو بشید. در حالت عادی هیچ چیز عجیبی پشت پرده این گروه وجود نداره، اما اون رو در روی با خانمه میتونه حسابی ترسناک باشه. شماره 9، Assassin's Creed والهالا. از وقتی که فرانچایز Assassin's Creed تغییر رویه داده و بیشتر شده RPG، شما میتونید با محیط های ترسناک زیادی داخل این فرانچایز آشنا بشید که خب از نظر من یکی از جذاب‌ترین اونا مربوط به آخرین نسخه از این بازی میشه، یعنی والهالا. وقتی که شما به سنت رفتید میتونید به این قسمت برسید، جایی که یک مرد رو میبینید که داره سنگ هایی که دایره چیده شدن رو میشماره و هی شمارشش عوض میشه، انگار که دیوونه است و دقیقا نمیتونه اون سنگ ها رو بشماره. اون از شما یه درخواست خیلی ساده داره، اینکه سنگ ها رو براش بشمارید. وقتی که شما این کارو میکنید و تعداد سنگ ها رو بهش میگید، اون جواب میده قبلا به یک عدد متفاوتی رسیده بوده، دوباره سنگ ها رو بشمارید. شما وقتی دوباره سنگ ها رو میشمارید میبینید که تعدادشون بیشتر شده، دوباره میرید تعداد جدید رو بهش میگید و باز هم اون اتفاق تکرار میشه، یعنی چند بار تعداد سنگ ها وقتی که شما دوباره اونا رو میشمارید عوض میشه. وقتی که دفعه آخر با اون مرد صحبت کردید بهتون میگه خب حالا تو جادو شدی، بعدش کاراکتر شما از هوش میره. وقتی که به هوش میاید میبینید که اون مرد دیگه اونجا نیست و به جاش یک سنگ گذاشته شده. انصافا این یکی از بهترین سایت کوستایی بود که من توی Assassin's Creed والهالا باش رو در رو شدم. شماره 8، اسکایریم اکسپنشن دانگارد. کسایی که اسکایریم بازی کرده باشن احتمالا میدونن که توی اون شما با غریبه های زیادی رو در رو میشید که خب اکثرنشون چیز عجیبی در بر ندارن، مثلا یا راهزنن یا تاجر که به شما جنس میفروشن. اما توی اکسپنشن دانگارد یک اتفاق جالب میتونه براتون بیفته که البته باید قبلش دو تا کار رو حتما کرده باشید. اول از همه اینکه منطقا DLC دانگارد رو داشته باشید و دومی که عضو برادرهود باشید. البته این اتفاق هر جایی توی اسکایریم به صورت رندوم میتونه رخ بده، پس یکم پیدا کردنش ممکنه دشوار باشه. وقتی که شما عضو برادرهود هستید و به مقر اونا برید، یکی از افرادی که اونجاست کمی عجیبه، یه دختر کوچولو به اسم ببت که در واقع خوناشامه. بعضی وقتا توی شبا وقتی که شما دارید توی اسکایریم میگردید میتونید ببت رو ببینید که کنار یک جسد یا چند تا جسد ایستاده. وقتی که باهاش صحبت کنید بهتون میگه که آشپز برادرهود خیلی آدم خوبیه، اما من مزه غذاهاشو دوست ندارم. فکر نمی‌کنم چیزی از این عجیب‌تر وجود داشته باشه که شما یک بچه خوناشام و شب‌ها توی اسکایری ببینید و اون در کنار چند تا جسد بخنده و بگه که غذای خوشمزه‌ای خورده. شماره 7، Red Dead Redemption 1. اما این فقط Red Dead Redemption 2 نیست که توش میتونه اتفاقات عجیب بیفته و شما با غریبه‌های مرموز رو در رو بشید. توی اولین نسخه از این بازی، یعنی Red Dead Redemption 1، هم از اینجور چیزا ما داشتیم، مخصوصا جایی که شما با این پیرمرد آشنا میشید، کسی که داره سعی میکنه گل بچینه. اون بهتون میگه به چند تا گل خاص نیاز داره تا اونا رو به همسر خودش بده. اگر شما این کوست رو قبول کنید باید به 3 جای مختلف در دورترین قسمت های مپ برید تا بتونید این گلا رو پیدا کنید. در ضمن باید دقت داشته باشید که پیدا کردن این گلا واقعا کار سختیه و شما به یک سری نقشه خاص نیاز دارید. بعد از اینکه شما هر سه گل رو جمع کردید و به کلبه اون پیرمرد رفتید، میبینید که در واقع همسر اون پیرمرد سالهاست که مرده و روی صندلی نشسته. پیرمردم هیچ قصد بدی نداره، اون فقط باور نکرده که همسرش مرده و هنوز داره بهش عشق میورزه و صحبت میکنه.
حتی شما اگر کمی به اون پیرزن نزدیک بشید میبینید که سرش جدا میشه و روی زمین میفته، که این نشون میده خیلی وقت جسد اون روی صندلیه. شماره 6، ویچر 3. انصافا از ویچر 3 خیلی راحت میشه انتظار داشت که شما با چیزهای عجیب و غریب رو در بشید، که خب یکی از باحالترین اونا مربوط به DLC Blood and Wine میشه، جایی که شما میتونید به یک تریجر مارکر در نزدیکی شهر متروکه ی اولیو گروف برید و اونجا یک خانم رو ببینید که به صورت تنها ایستاده، یه شنل روی سرشه و با شما صحبت نمیکنه. در واقع هیچ اینتراکشنی نمیتونید باش برقرار کنید. یه جسد در نزدیکی اون خانم قرار داره. اگر شما جسد رو لوت کنید یهو میبینید که اون خانمه تبدیل به یک جور ومپایر میشه، یعنی براکسا. شما باید با اون براکسا مبارزه کنید، که انصافا خیلی مبارزه سختی هم است. کلا شکست دادن براکسا توی ویچرزه کار خیلی دشواری محسوب میشه. به نظرم این یکی از بهترین جامپسکیر هایی بود که هر کسی میتونه توی بازی ویچرزه تجربه بکنه. شما 5، فالات 4. فرانچایز فالات هم انصافا به نظرم خیلی خوب میتونه محیط‌های ترسناک و یا غمگین رو توی خودش طرح بکنه. یکی از دلهره‌آورترین چیزهایی که توی بازی فالات هست شما میتونستید تجربه بکنید مربوط به ساختمان دانویچ میشد، جایی که شما توش میفهمیدید که یک سری آدم بودن که یک کتاب اهریمنی رو میپرسیدن و به همین دلیل تبدیل شده بودن به موجودات عجیب و غریب. خب حالا شما یه ساختمان دیگه مربوط به دانویچ رو میتونید توی بازی فالات 4 پیدا کنید، یعنی این معدن. وقتی که شما وارد اون معدن میشید به یک سری غول مبارزه میکنید، اما در ادامه یه سری فلش بک میبینید. فلش بک هایی که نشون میده دور یک جور کشیش کلی بچه به حالت قربانی شدن نشستن، که خب ظاهرا قرار بوده اون کشیشه تمام این بچه ها رو قربانی اهریمن بکنه، که خب خوشبختانه یا بدبختانه جنگ اتمی شروع میشه و خب به دلیل انفجارهای هسته‌ای تمام اون بچه‌ها تبدیل به غول میشن که به شما یکی یکی حمله میکنن و شما مجبورید اونا رو بکشید. شماره 4، جاسکاز 3. اما خب کی از جاسکاز میتونه انتظار داشته باشه که توش یک موقعیت ترسناک رو ببینه؟ خب در کمال تعجب که بازی جاسکاز 3 یک جور ایستریکتور وجود داره که میتونه لحظات دلهره‌آوری رو برای شما ایجاد کنه. شما اول باید به این قسمت از نقشه برید، توی این ساحل بینامشون. وقتی که شما دارید به دریا نگاه میکنید یک صدای میشنوید، روتون رو برگردونید و ببینید که یک هیولای دودیتور داره چند نفر رو میکشه و با سرعت میره. اگر شما سریال لاستو دیده باشید خیلی راحت میتونید بفهمید که این هیولا در واقع داره به سریال لاست اشاره میکنه، چرا که توی اونجا هم ما یک جور هیولای دودیتور داشتیم. فکر نمی کنم افراد خیلی زیادی وجود داشته باشن که به صورت اتفاقی به این قسمت از مپ جاسکاز 3 اومده باشن و با این هیولا رو در رو شده باشن، اما اگر شما از معدود کسایی هستید که واقعا همچین چیزی براتون رخ داده حتما خیلی ترسیدید. شماره 3، فالات 4. یه لوکیشن ترسناک ده عجیب دیگه توی بازی فالات 4 وجود داره به اسم گالری پینکمن، که در واقع یک جور کوست فرعی هم محسوب میشه. از بیرون این ساختمون هیچ چیز عجیبی نداره، اما وقتی که شما داخلش میرید میبینید که اونجا دقیقا مثل اتاق شکنجه است. کلی اجساد تیکه تیکه شده همه جا ریخته و خب نقاشی های خیلی عجیب تری رو با خون کشیدن. شما اگر اون ساختمون رو بگردید و به زیر زمین وارد بشید میبینید که یک سری راهزن گرفتن یک مرد رو محاصره کردن. شما میتونید به اون مرد کمک کنید و بعد مشخص میشه که اسمش پینکمنه، همون کسی که با کشتن راهزنا تیکه تیکه کردن بدنشون آثار هنری برای خودش درست کرده. اون به شما یک کلید میده که توش میتونید ازش جایزه بردارید، در واقع همون چاقویی که با استفاده از اون بدن این بدبخت‌ها رو تیکه تیکه می‌کرده. البته شما این اجازه رو هم دارید که بعد از کمک کردن به پینکمن حتی بهش شلیک بکنید و اونو بکشید. شماره 2، لجند آف زلدا برث آف د وایلد. خب انصافا بازی های لجند آف زلدا به هیچ عنوان ترسناک محسوب نمیشن، در واقع اونا رو طوری میسازن که هر کسی بتونه اونا رو انجام بده. با این حال یه رودرویی توی برث آف د وایلد اتفاق میفته که اگر شما از تاریکی میترسید بهتره به هیچ عنوان به اون قسمت نرید. در شمال جنگل گریت هایرول شما میتونید به یک جور خرابه های باستانی وارد بشید که توش به معنای واقعی هیچ نوری نیست و همه جا تاریکه. حتی اگر شما مشعل خودتون هم روشن بکنید چیز زیادی رو نمیبینید، بماند که اونجا هنگام مبارزه دوباره نور میره و شما نمیتونید چیز خاصی رو ببینید. اما این فقط تاریک بودن اون منطقه نیست که میتونه ترسناک باشه. وقتی که شما به آخره غار رسیدید باید یه سنگ جادویی رو از روی صخره بردارید تا بتونید درو باز کنید، اما
وقتی که سراغ سنگ میرید متوجه میشید که اون روی صخره نیست، بلکه روی شکم هیولا به اسم هایناکس قرار داره که شما باید اون هیولا رو شکست بدید و اینطوری این سنگ رو به دست بیارید. انصافاً از بروس آف دی وایلد به هیچ عنوان انتظار نداشتم که همچین چیز ترسناک و دلهره آوری رو توی خودش داشته باشه. شماره 1، رد دد ردمشن 2. باز هم رد دد ردمشن 2، چرا که توی این بازی انصافاً کلی رمز و راز عجیب و دلهره آور وجود داره که خب از نظر من خفن‌ترینشون با اختلاف خیلی زیادی مربوط به کوست فرعی قاتل سریالی میشه. وقتی که شما دارید توی دنیای باز رد دد ردمشن 2 میگردید، احتمالاً میتونید با این صحنه ها رو در رو بشید. در واقع بخشایی از بدن کسایی که کشته شدن و زیرشون یک سری علامت یا نوشته وجود داره. اگر شما این علائم دنبال کنید، میتونید با جسدهای مسله شده بیشتری رو در رو بشید که خب زیر هر کدومشون باز هم یک پیغام وجود داره. شما باید این پیغام ها رو کنار همدیگه بذارید تا بتونید اینطوری به مخفیگاه اون قاتل زنجیره‌ای برید. اونجا میبینید که چقدر جسدهای بیشتری ریخته شده. وقتی شما دارید چاقویی که تو دل یک مرده فرو رفته رو بررسی میکنید، قاتل از پشت سراغ شما میاد و میزنه توی سرتون. تنها راهی که میتونید جلوی این قاتل رو بگیرید اینه که یکی از اون سرهای قطع شده رو پرت کنید توی صورتش، بعدش بلند بشید و به حسابش برسید. قطعاً بدون هیچ تردیدی این ترسناک‌ترین چیزی بود که من توی بازی رد دد ردمشن 2 تجربه کردم. خب بچه‌ها، این هم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که ازش لذت کافی رو برده باشید. شما هم نمونه مشابهی میشناسید، حتما توی کامنت ها با همون به اشتراک بگذارید. بچه‌ها، از امیرعلی یادتون میاد؟ یعنی ادمین کانال ماجیک آرت. خب اون یه کانال دیگه هم داره به اسم جوکریما که توی اون برخلاف ماجیک آرت این یکی اصلا ربطی به آموزش نداره. این کانالش فقط و فقط مربوط به سرگرمی میشه، ویدیوهایی که میتونه شما رو تا مدت ها سرگرم کنه و لحظات خوشی رو واسهتون داشته باشه. توی جوکریما شما میتونید انواع اقسام ویدیوهای مختلف از ولاگ و چالش گرفته تا بازیهای ترسناک رو پیدا بکنید. پس اگه دوست دارید یه ذره بیشتر با امیرعلی و زندگی شخصیش آشنا بشید، حتما از لینک زیر ویدیو به کانال جوکریما سر بزنید و با سابسکرایب کردن ازش حمایت بکنید. در هر حال اگر از ویدیو امروزم راضی بودید، لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو می‌کنم روز خوبی داشته باشید و تا قسمت بعد، خدا نگهدار.